در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهایی از سفر عبدالله عبدالله به پاکستان برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان، موضع وزارت خارجه آمریکا درباره سفارتش در بغداد، اعلام جرم جدید ترکیه علیه 6 مظنون پرونده قتل جمال خاشقجی و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر سه‌شنبه 8 مهر تعداد مبتلایان جهانی ویروس کرونا به مرز 33,600,000 نفر رسید و شمار بهبود یافتگان در آستانه 25 میلیون نفر قرار گرفت. تعداد کلی جان باختگان کرونا هم از مرز 1 میلیون نفر عبور کرد. سرعت انتشار ویروس کرونا در فرانسه روندی کاهشی پیدا کرده، اما آمار مرگ و میر و بستری‌ها افزایش داشته است. در راستای کاهش سرعت انتشار کرونا در هلند، محدودیت‌های جدیدی در این کشور وضع شده است. از سوی دیگر، روند افزایشی آمار مبتلایان و قربانیان در انگلستان باعث شده دولت این کشور طرح بازگرداندن محدودیت‌های شدید را مورد بررسی قرار دهد. شمار جان باختگان کرونا در اسپانیا نیز به بالاترین میزان خود در 4 ماه اخیر رسیده است. در سوی دیگر جهان، روسیه اولین محموله واکسن ضد کرونا اسپوتنیک 5 را برای انجام آزمایشات بالینی به بلاروس ارسال کرده است. تعداد مبتلایان روزانه در روسیه به بالاترین میزان خود در 3 ماه اخیر رسیده. ولادیمیر پوتین در گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور کره جنوبی اعلام کرده پس از تزریق واکسن روسیه کرونا به این کشور سفر خواهد کرد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان نیز روز دوشنبه اعلام کرد با توجه به روند کنونی تعداد مبتلایان در این کشور میتواند به حدود 20,000 نفر در روز افزایش پیدا کند، اما اقتصاد آلمان نباید تعطیل شود. روز یکشنبه یکی از پناهجویان کمپی واقع در یونان بر اثر ویروس کرونا جان باخت که اولین مورد ثبت شده مرگ پناهجویان در یونان به حساب می آید. درگذشت امیر کویت در سن 91 سالگی. تلویزیون دولتی کویت اعلام کرد شیخ صباح احمد جابر از صباح امیر کویت در سن 91 سالگی درگذشت. او از مدتی پیش به دلیل بیماری و وخامت حالش در آمریکا تحت درمان بود. مدتی پیش از اعلام رسمی این خبر، تلویزیون کویت برنامه‌های معمول خود را قطع و پخش قرآن را آغاز کرد. شیخ صباح 14 سال پیش امیر کویت شد و پیش از آن چند دهه وزیر خارجه این کشور بود. از او به عنوان یکی از معماران سیاست خارجی کویت یاد می‌شود. دستگیری حدود 400 نفر در تظاهرات ضد دولتی مصر. از تاریخ 20 سپتامبر 30 شهریور که تظاهرات ضد دولتی در مصر آغاز شده تا کنون دست کم 382 نفر دستگیر شدند. بخشی از تظاهرات علیه عبدالفتاح از سیسی رئیس جمهور این کشور به دلیل وضعیت اقتصادی مصر است که تحت تأثیر پیامدهای کووید 19 بدتر شده است. مصری‌های مقیم شهر سیدنی استرالیا و مونیخ آلمان نیز با برپایی تظاهرات ضمن حمایت از اعتراضات داخلی این کشور خواستار برکناری از سیسی شدند. سفر عبدالله به پاکستان برای پیشرفت مذاکرات صلح افغانستان. عبدالله عبدالله مقام ارشد مذاکرات صلح افغانستان روز دوشنبه برای دیدار با مقامات پاکستان وارد این کشور شد. پاکستان کشوری مهم در روند موفقیت مذاکرات صلح افغانستان با طالبان محسوب می شود. در این سفر 3 روزه عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان با مقامات پاکستان از جمله عمران خان نخست وزیر این کشور دیدار می کند. افغانستان و متحدان بین المللی این کشور برای سالهای متمادی پاکستان را به حمایت از نیروهای طالبان متهم کردند، اما پاکستان ضمن رد این اتهام اعلام کرده افغانستان به نیروهای مخالف پاکستان اجازه می‌دهد تا از خاک خود حملاتی علیه پاکستان را تحریزی کنند، اظهار نظری که افغانستان آن را رد کرده است. موضع وزارت خارجه آمریکا درباره سفارتش در بغداد. طبق اعلام سخنگوی منطقه‌ای وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور تمام اقدامات لازم برای حفاظت از سفارت و هیئت‌های دیپلماتیک خود در عراق را به کار می‌گیرد. پیش از این مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به مقامات عراقی هشدار داده بود که اگر حملات علیه مأموریت‌های دیپلماتیک در عراق متوقف نشود، آمریکا سفارت خود در بغداد را تعطیل می‌کند. خبرگزاری رویترز در گزارشی اعلام کرده بود مقامات آمریکایی در حال فراهم کردن مقدمات خروج دیپلمات‌های خود از عراق هستند تا در صورت بسته شدن سفارتشان بلافاصله آنها را از این کشور خارج کنند. در تازه‌ترین تحولات عراق، اصابت دو موشک کاتیوشا به منزلی در نزدیکی فرودگاه بغداد در روز دوشنبه گزارش شده است. این حمله موجب مرگ 5 غیر نظامی و زخمی شدن 2 کودک شده است.
اعلام جرم جدید ترکیه علیه 6 مظنون پرونده قتل خاشقجی. دادستان‌های ترکیه از آماده شدن دومین کیفرخواست در رابطه با قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی خبر دادند. در کیفرخواست جدید نام 6 نفر با ملیت سعودی به عنوان مظنون آورده شده است. در حال حاضر 20 نفر با ملیت سعودی و مرتبط با این پرونده در دادگاهی واقع در استانبول تحت محاکمه قرار دارند. پس از بخشیده شدن قاتلان خاشقجی توسط خانواده او، ماه گذشته یک دادگاه سعودی 8 نفر از افراد مرتبط با این پرونده را به 7 تا 20 سال زندان محکوم کرد. ادامه تظاهرات در اسرائیل. تظاهرات در سرزمین‌های اشغالی همچنان ادامه دارد و معترضان با جمع شدن در نزدیکی محل اقامت بنیامین نتانیاهو خواستار برکناری او از سمت نخست وزیری هستند. نتانیاهو در روزهای اخیر تلاش کرده تا با تصویب یک قانون برگزاری تظاهرات را ممنوع کند، اقدامی که واکنش اعتراضی مردم را در پی داشته است. در حال حاضر محدودیت‌های سختگیرانه‌ای در سرزمین‌های اشغالی به خاطر شیوع دوباره ویروس کرونا اعمال شده است.